سلام، حال دولتون چطوره؟ و من باز هم اومدم با یه ویدیو دیگه که این بار ویدیو انتقادیه به خواست شما. شما این ویدیو رو برای من فرستادین. کیم هست؟ فرهاد پز هم هست، کسی که به هر حال فرهاد رو میپزه و خیلی هم فالوور داره تو اینستاگرام و یوتیوب. میخوایم با هم بررسی کنیم ببینیم که چی الان برای چی اصلا من اومدم این ویدیو رو بررسی بکنم. باز فرهاد پز نسبت به خیلیای دیگه خیلی جای بهتری، رستوران بهتری میره. بازی ها چیه؟ سیبیل جان چیگه پیچ و خوشبوش و اینجا میشن قاید نون یا عبل فرس یه باش چیگه پیچ یه دنسه دیوار راست برو بالا دیوار راست برو بالا این هم دوخمه به سمکه دایی خوشگل به نظر میاد جو عبل فرس چرا این کارو میکنی؟ تر و تمیز و پرتنبوه چقدر تمیز و مرتبه. چرا اصلا دایی اومده پیچی آورده جگر پیچو خوش شده خوش کنم با جگر گوسفندی چرا داد میزنی؟ اصلا داری جیمی جیمی زن داد نه سبی من خیلی میرگبونم همه من نمیشن اصلا جو سرسده ما نگوانم بچه ها چرا الان مد شده که تمام این رستوران هایی که میرن تبلیغ میکنن جگر پرتاب میکنن هات و میکوبن رو زمین از اون دور داد میزنن چرا؟ واقعا نیازی به این همه داد و بیداد و این همه نمیدونم این همه معرکه گیری نیست. این آدم الان نگاه کردم تا الان که ویدیوش نگاه کردم آشپزخونه تمیز، غذای خوش رنگ، غذای به نظر خوشمزه و مرتب و ترتمیزی داره. نیاز نداری که تو شوآف کنی، داد و بیداد بکنی. میتونی خیلی آرومتر کارتو نمایش بدی با یه سبک متفاوت‌تر. همه یا همه الان هات‌داگو میگیرن اینطوری میکنن توی نون یا داد و بیداد. اونجا جگرکی لازم نداریم واقعا این کارا رو. باری کلا جگر میچه حرفه حرفه رو میخوام بزنیم دمت گرم. این سرسده که شما کردی تا تهران صداش رفت. این امضای دلشدگانه. دمت گرم. دو سیخ میذارن لای پرده. میزنیم با جگر گوسفندی. یعنی حرف اول میخوام بزنم تو جگر پیچ. من کسی هم جرأت داره بگه حرف دوم. من با 700 تا روزی میفروشیم مگه میتونه کسی بیاد؟ 700 تا روزی شما 700 تا روزی میفروشی پس برای چی باید بیای تبلیغ تو یکی دیگه بکنه؟ من سوال من اینه، شما که اینقدر کار تمیز به نظر میاد و خوب و فرش، چطور با روزی 700 تا فروختن باز یکی میاد تبلیغ اونجا رو میکنه؟ حتی منقل زغالیش هم تمیزه. دل و قلوه، بال، جوجه، کوبیده، سوسیس شکاری، اینم. سوسیس شکاری، سوسیس غیر شکاری چیه؟ سوسیس اهلی هم داریم. قلوه و اینم پنیر. اینم جگر گوسفندیمونه. نقش دنبه ها اینجا اینه ها. قرار همه این دل و جگر ها و کبابای ما رو خوشمزه و چرب بکنن. من باز نمیفهمم این ویدیو تموم شد. غذای خوش رنگ به این خوشمزگی این همه شما داد بیداد کردن و معرکه گیری برای چیه؟ برای جذب مشتریه؟ برای هر کسی این جواب نمیده. هر کسی میتونه سبک مختلف خودشو داشته باشه. الان مثلا ویدیو بعدی من شاید لقمه رو بخوام بررسی کنم ببینیم که با سبک با شخصیت و آروم و متینش چقدر خوشگل میاد همه چی توضیح میده. لازم نیست حتما داد بزنین همه چی تو هم فرو کنین که جلب توجه داشته باشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه میاد باشد. این زنگوله و سابسکرایب بنام اینوری اونوری اینوری لایک اینا رو بزنین. یادتون نره اگه ویدیو بیشتر میخواین تو این سبک یکم اگر انتقاد تندتر یا یکم معمولی تر میخواین به من بگین که من تو کامنت ها بدونم. قربون شما باز میریم میایم. خداحافظ.